تازه‌ترین خبرهای جهان. کرونا در صدر اخبار جهان قرار دارد. فرانسه که 9 شهر بزرگ آن از جمله پاریس در آستانه اعمال مقررات شبانه منع تردد قرار دارند، جهش بزرگی را در شمارش موارد تازه ابتلا به کووید 19 گزارش کرده. دولت‌های اروپایی با موج دوم ویروس کرونا مبارزه می‌کنند و میلیون‌ها نفر باید با تدابیر شدید بهداشتی زندگی کنند. همزمان در آمریکا کاملا هریس نامزد معاونت جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری پیشروی آن کشور کارزار انتخاباتی خود را بعد از ابتلای 2 پرسنل این کمپین به ویروس کرونا تا روز دوشنبه هفته پیشرو معلق کرده. همکارم سینا علی نژاد که تازه‌ترین خبرها را دنبال کرده با ماست. سینا، از اروپا شروع کنیم. آمار روزانه ابتلا در فرانسه به شدت افزایش پیدا کرده. اینجا در بریتانیا و سایر نقاط اروپا هم هشدارها روز به روز جدی‌تر میشه و از خیلی بهتر از فرانسه نیست. چه تدابیر تازه‌ای از سوی دولت‌ها اعمال شده؟ سلام ناصر. بله، بعد از اینکه آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه تدابیر تازه رو اعلام کرد که شامل اینکه در خبرها شنیدیم شامل منع تردد در 9 شهر عمده فرانسه خواهد بود از 8 شب تا 6 صبح برای مدت 4 هفته، روز پنجشنبه گزارش شد که حالا آمار ابتلا 8000 مورد تقریبا جهش کرده و به 30621 مورد رسیده. آقای مکرون اعلام کرده که هدف او هستش که این آمار رو به 3000 مورد در روز کاهش بده. با این حال مقام ها گفتن در 4 هفته آینده پلیس رو به شهرها میارن و این مقررات منع تردد رو اعمال خواهند کرد، هرچند که استثناهایی قائل شدن برای اینکه کسانی مجبورن سر کار برن یا به بیمارستان ها و داروخانه مراجعه کنن از اون استثنا هستن. اما بقیه کشورهای اروپایی چطور؟ در میون بقیه ایتالیا، لهستان و آلمان بالاترین آمار رو در ماههای اخیر از زمانی که تست کرونا در سطح وسیع شروع شد گزارش کردن. در این حال کشورهای دیگه مثل جمهوری چک، هلند و روسیه دارن تدابیر شدیدتری رو اعمال میکنن با توجه به بالا رفتن این آمار. مثلا در هلند میکده ها رستوران ها دیگه نمیتونن مشتری بپذیرن، باید غذا رو تحویل بدن. یا در مسکو دانش آموزان 13 سال به بالا از روز دوشنبه مدرسه نخواهند رفت، مدارس تعطیل میشه. و این در حالی است که در روسیه آمار مرگ به 286 نفر رسید روز پنجشنبه که بالاترین آمار از زمان شیوع همگیری در این کشوره. ولی اگه بخوام اینا رو در بستر حوادث قرار بدیم و ببینیم که چه خبره، الان آمار مرگ در اروپا کمی بیش از 1000 نفره، در حالی که به گفته هانس کروژ مدیر بخش اروپایی سازمان بهداشت جهانی این آمار 1/5 اون چیزیه که در ماه‌های آوریل و مارس اروپایی‌ها تجربه می‌کردن، که دلیلش همین توضیح میده که آمار ابتلا هرچند در جوان‌ها داره به صورت گسترش پیدا می‌کنه، اما چون جوان هستند و در مقابل بیماری مقاوم‌تر آمار مرگ پایین تر هست. ولی او هشدار میده که اگر مقام های اروپایی دقت نکنند و مهار نکنند درست، تا ماه ژانویه میتونه 5 برابر ماه آوریل افزایش پیدا کنه آمار در گذشتگان در اروپا. عجب. در آمریکا هم آمار کم و بیش مثل سابق ادامه داره، روزی 50000 نفر ابتلا که اصلا رقم کمی نیست. اخیراً دامن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کارزار انتخاباتیش رو گرفته بود و حالا هم که جو بایدن رقیبش. هم اساسی‌ترین خبرها در آمریکا هم برام بگو. بله، اعلام شد روز پنجشنبه که 2 نفر از پرسنل کامالا هریس یار انتخاباتی آقای بایدن مبتلا شدن. مدیر ارتباطات او و یک خدمه هواپیمایی که او رو به اطراف میبره، در اطراف امریکا میبره برای کمپین مبتلا شدن. ابتلای اونها روز چهارشنبه تایید شده. مطابق میگفتن از 2 روز قبل از اون این 2 نفر با خانم هریس ارتباطی نداشتن. تست کرونا خود خانم هریس و شوهرش منفی بوده، ولی مقامهای کمپین بایدن گفتن برای محکم کاری تا دوشنبه برنامه‌های سفر رو لغو کردن. در این حال یکی از مهماندارانی که آقای بایدن رو هواپیماش که آقای بایدن رو منتقل میکنه به اطراف امریکا معلوم شده که تستش مثبت بوده، متا او علارغم اینکه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با آقای بایدن هم سفر بوده اما نزدیک نشده بود و مقام ها میگن که نگرانی از این بابت برای سلامتی آقای بایدن ندارن و تاثیر روی کمپین آقای بایدن نذاشته این حادثه.